ای برادران، تقاضا میکنم به این پیام دلگرم کننده با صبر و حوصله گوش دهید، زیرا این را به طور مختصر برای شما نوشتم. میخواهم بدانید که برادر ما تیموتائوس از زندان آزاد شده است. اگر به زودی به اینجا بیاید، ما با هم به دیدن شما میاییم. سلام مرا به تمام رهبران و به تمام مقدسین برسانید. ایمانداران در ایتالیا به شما سلام میفرستند. فیض خدا با همه شما باد. نامه یعقوب فصل اول. یعقوب بنده خدا و بنده عیسی مسیح خداوند به 12 طایفه اسرائیل که در سراسر عالم پراکنده اند سلام و درود می فرستد. ای برادران من، هرگاه دوچار آزمایشات گوناگون می شوید، بی نهایت شاد باشید، چون می دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر می شود. وقتی بردباری شما کامل شود، شما انسانهای کامل و بی نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود. اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد، آن را از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند، آن را به او خواهد داد. اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد. چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم می شود. چنین شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت. چون شخص دودل در تمام کارهای خود ناپایدار است. برادر مسکین باید به سرافرازی خود در برابر خدا فخر کند و برادر ثروتمند نیز از ناچیزی خود، زیرا او مانند گل علف زود گذر است. همین که آفتاب با گرمای سوزان خود بران میتابد، علف را میخشکاند، گل آن میریزد و زیبایی آن از بین میرود. شخص دولتمند نیز همینطور در میان فعالیتهای خود از بین می رود. خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود، تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. در نتیجه شهوت آبستن می شود و گناه را تولید می کند و وقتی که گناه کاملا رشد کرد باعث مرگ می شود. ای برادران عزیز من، خود را فریب ندهید. تمام بخشش های نیکو و هدایای کامل از آسمان و جانب خدایی می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه ای از خلقت تازه او باشیم. بنابراین ای برادران عزیز من، این را بدانید که هر کس باید زود بشنود، دیر جواب بدهد و دیر عصبانی شود. چون عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی الهی کمک نمی کند. پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارتامیز را از خود دور کنید. خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دلهای شما کاشته و می تواند شما را نجات بخشد با فروتنی بپذیرید. شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید. چون کسی که به کلام گوش می دهد ولی بر طبق آن عمل نمی کند، مانند مردی است که به آینه نگاه می کند و قیافه طبیعی خود را در آن می بیند. او خود را می بیند ولی همین که از جلوی آینه دور می شود فراموش می کند که قیافش چگونه بود. اما کسی که با دقت به شریعت کامل و آزادی بخش نگاه می کند و همیشه متوجه آن باشد
و شنونده فراموشکاری نباشد بلکه مطابق آن رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد. اگر کسی گمان می کند که آدم متدینی است ولی زبان خود را مهار نمی کند، خود را فریب می دهد و ایمان او بیهوده است. دیانت پاک و بی‌آلایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچار مصیبت می شوند، از آنها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگه داریم.